سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانتون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما سروران هستم. ببینیم با هم دیگه چه خبر هست در کارت ها و چه حرفی بهتون میزنن. از اولین کارتی که شروع میکنم دوستان، هیجانات شما هست، در چه هیجاناتی هستید؟ من یه توضیح بدم برای دوستانی که تازه عضو کانال شدن. من همیشه یه خط انرژی برای شما میریزم، هر کارتی میاد یه حرفی میزنه و بعد با هم دیگه یک جمله میشه. در قسمت دوم انرژی های برجسته شما رو نگاه میکنیم، انرژی کلی شما رو، انرژی مثبت، همون ادامه انرژی ها هست و همچنین چالش شما و توصیه. و در قسمت بعدی میایم سراغ سه تا بعد مهم زندگیتون میشیم: احساسیتون، کاریتون، اداریتون یا و همچنین مالیتون. دوستان اوکی، این از این. و بعدش میریم سراغ حس حال شما از نظر یین مقدس چجوری هست، یانگ مقدس چجوری هست. و بعد میریم سراغ اگر یه وقتی یه روزای من نیت میگیرم براتون، یه وقتای براتون نیت نمیگیرم، نیت شما در چه حال و احوالی هست. بعد میریم سراغ کارت های فرشتگان، پیام فرشتگان و پیام عزیزان از دست رفته. ببینیم اولین کارتی که با شما همراهی میکنه چه کارتی هست از نظر هیجانی. اینجا حرف از استراب میزنه دوستان، یه مقدار ممکن هستش که مضطرب باشه. حالا برای چی مضطربین؟ شاید کارت دیگه بهمون بگن. حالا ببینیم حال هوای دیگران در ارتباط با شما چگونه است، دیگران چه حس و حالی دارن در مورد شما. به صورت میانگین یا اینکه اگر یک شخص خاصی رو در نظر داریم، میتونین اون شخص رو ببینین که چه حس و حالی در ارتباط با شما داره. خب نمیدونه چه کار کنه و گریه میکنه. حالا گریه شاید کلمه خیلی بزرگی باشه، ولی دوستان عزیز کسی هستش که خیلی ناراحت هستش. حالا یا به خاطر شما ناراحت است، از دست شما ناراحت است، به هر حال هر چیزی که هست در ارتباط با شما، من احساس میکنم که اینجا یک سری از افراد یا یک شخص خاصی یک ناراحتی یا دلخوری از دست شما داره. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. بعدی دوستان عزیز ببینیم، دارم میبینم که یک قدم داره برداشته میشه اینجا به سمت جلو، به سمت بهتر. حالا یا این خود شما هستین که دارم میبینم از این حس و حال استراب دارین در میایین و یک حس و حال بهتری خواهین داشت دوستان، یا اینکه به طور کلی دارم میبینم که اینجا عزیزان دل داره یک بخششی به سمت شما میاد، یا شما هستین که میبخشین. هر چی هست آغاز یک مسئله بسیار خوب هستش، مسئله هستش که برای من خیلی مبارک هست برای شما دوستان. اوکی، چیزی داره شروع میشه، دوره‌ای، چیزی، مسئله داره اتفاق میفته که شما رو از این حس حال استراب در خواهد آورد. خب کارت های بعدی رو با هم دیگه نگاه میکنیم دوستان، ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن در این ارتباط. مثل همیشه وقتی میرسم به اینجا، حالا از چه کارت هایی استفاده کنم؟ از این کارت ها باید من استفاده میکنم. کارت بعدی ببینیم، باز هم یک اینجا حرف از این بود که یک دوره‌ای داره باز میشه جلوی روی شما، و کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه که موقع اون هست که کاری رو انجام بدیم. خب دست به عمل زدن، حالا موقع اون هست که کاری رو انجام بدیم. برای من این شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین هستین که دارم میبینم که اقداماتی رو دارین انجام میدین و اینکه در ابتدای یک راهی هستین که در اونم خیلی انگیزه دارین، مسائل خیلی خوبی داره اتفاق میفته براتون دوستان، که از کوچیک کوچیک داره شروع میشه، شما واردش دارین میشین و اینکه به سمت یک مسئله بهتر و بزرگتر و زیباتر حرکت میکنین. خب ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی دوستان عزیز حرف از گذشته میزنه. هر چیزی که هست مربوط یک مسئله ای که از گذشته شما داره به سمتتون میاد که در اون برای شما شانس افتاده، مسئله که شاید در اون روی اون جر و بحث بوده یا اینکه زحمت زیاد کشیدین دوستان عزیز. به هر حال در ارتباط با هر چیزی که باعث ناراحتی یا نگرانی شما هست دوستان، دارم نه مسائل به سمت بهتر دارن حرکت میکنن.
خب ممکن هستش که این برای سری که مسائل احساسی برای شما مهم هستش، شخصی در ارتباط با شما، دوستان شما نگران هستین ولی بدونین که اون شخص حالش بد هست، ولی از این به بعد مسائل دارن بهتر میشن. خب ببینیم کارت بعدی رو. من از دست کارت های بگو که دوستم داری استفاده میکنم. ببینیم که این دست کارت ها بدون چی میگن. کارت بعدی دوستان عزیز حرف از کمک و حمایت میزنه. بله من احساس میکنم که در این راه شما تنها نیستین، در این راه قشنگی که پیش روی شما داره باز میشه تنها نیستین، بلکه حالا کمکی داره به سمت شما میاد، یا کمک از طرف حالا موجودات نورانی هستش یا کمک از جانب افرادی هست که در کنارتون هستن که کمکتون میکنن در راهی که هستین دوستان عزیز به نتیجه بخوایم برسیم. برای یه سری دیگه دوستان عزیز توجه کنین، با این کتاب برای من یا مسائل اداری هم ممکن هست باشه و یا مسائل تحصیلی هم ممکن هست باشه. دوستان عزیز که دارم میبینم که اینجا خیلی درون انگیزه دارین و در یک راهی هستین که درونش داره به شما کمکی انجام میشه. خب ببینیم کارت های دیگر رو دوستان عزیز با هم دیگه چه خبر در کارت های دیگه. کارتی که اینجا من دارم میبینم برای شما دوستان عزیز کارت جستجو هستش. انرژی کلی که به سمت شما میاد به جنبال جایی که جواب یک سری از سوال ها هستین، انرژی هست که با شما هستش. یعنی اینکه من همینجوری از کنار یک مسئله رد نمیشم، چگونگی و چراییش رو میخوام درک کنم. این کارت هرمیت یا کارت همون درویش هستش دوستان. درویش تجربه داره، درویش بیگدار به آب نمیزنه و درویش یواش و آهسته و با استفاده از تجربیات که داره حرکت میکنه و جواب سوالهاش رو از درون خودش در میاره. این انرژی شما هست. در ارتباط با انرژی مثبتی که به سمتتون میاد دوستان عزیز، تقسیم کردن عشق مثل این میمونه که کسی هست که بهتون گفتم جا ممکنه یه نفر قدمی به سمت شما برداره برای یک بخشش یا برای شروع یک مسئله. اینجا هم حمایت رو دیدم، اینجا هم به همین صورت انرژی بسیار خوب و قشنگ شاد و اینکه تقسیم یک لحظات خوب رو من براتون دارم میبینم. چالش شما دوستان عزیز این هستش که یک قلبی رو باید درمان کنین دوستان عزیز، اوکی؟ و دل خودتون رو روی چاکرای قلبتون اول باید کار کنین و اینکه قلب خودتون رو لبریز از عشق کنین، حداقل برای خودتون. توصیه کارت‌ها براتون این هستش که شاد باشین و ثبات داشته باشین، شادی رو وارد زندگیتون کنین. خب عزیزان دل، بعد از این همه حرفایی که من بهتون زدم، حالا میریم سراغ کارت‌های دیگه و کارت‌های دیگه حرف از ابعاد مختلف زندگی شما برای شما خواهند زد. من از این کارت ها استفاده ازشون استفاده نمی کنم چون بالا ازشون استفاده کردم، پس بنابراین از کارت های اوش و زنتاروت استفاده می کنم براتون. بریم ببینیم کارت های اوش و زنتاروت برای شما چه پیامی رو دارن در ارتباط با زندگی احساسیتون اول، بعد میریم زندگی کاریتون و زندگی مادی. در مورد زندگی احساسیتون، ببینیم چه خبر است. خب در مورد زندگی احساسیتون حرف از حرکت میزنه. کارت های دیگر رو با هم نگاه کنیم. خب دوستان عزیز توجه کنید، اینجا برای من چیزی که دارم میبینم که زندگی احساسیتون بعد از یک دوره‌ای که شاید در یک استانبای بوده داره حرکت میکنه. دو تا کارت شوالیه اینجا دارم میبینم. شوالیه معمولا دو تا کارت حرکت هستن دوستان، دو کارت پیام هستن. ممکن استش مکالمات ایجاد بشه، ممکن استش که یک حرکتی همونجوری که شما در خواب و رویاتون بوده، همونجور که دلتون میخواد اینجاها برای شما انجام بشه. حالا اینجا
اینجا حرکت هستش، اینجا دوستان عزیز اعتماد کردن هستش. اوکی؟ من احساس میکنم که زندگی احساسیتون از این حس و حالا داره در میاد، از این سکنا، از این حالتی که چیز تکان نمیخوره داره در میاد. برای که اینجا ببینین کارت این وسط افتاده که یک کارتی هستش که حرکتی چیزی حرکت نمیکنه و اینجا شما اعتماد میکنین به سرنوشت. در مورد مسائل کاریتون، مسائل خوب برای شما در راه هستن. ببینیم که کارت بعدی و کنترل همه چیز رو دستتون دارین میگیرین توی دامنه کاری، قضایی، اداری، تحصیلی و اینجا دارم میبینم که با جرأت و جربوزه و با مسئولیت پذیر هستین، کارها و اقداماتی رو دارین انجام میدین ولی با کنترل کامل، تسلط کامل دارم در اون زمینه که کاری دارم انجام میدم. در ارتباط با مسائل مادی شما حرف از وجود میزنه. این کارت بعدی برای شما چه هست؟ کارت بعدی دوستان عزیز حرف از انقلابی میزنه و اینجا هم شجاعت. سه تا اینجا برای من آرکان ماژور افتاد. دوستان عزیز در ارتباط با زندگی مادیتون با اینکه ترس هایی رو دارین اینجا دوستان و احساس میکنین که دست پاتون بسته هستش ولی دارم میبینم که قشنگ دارین موفق میشین زندگی مادی خودتون رو دستتون بگیرین عزیزان دل. خب حالا از اینا که بگذاریم میریم سراغ چی؟ میریم سراغ کارت های دیگه دوستان عزیز و این کارت هایی که خواهند آمد برای ما از مسائل دیگه صحبت خواهند کرد و این مسائل دیگه که برای ما صحبت خواهند کرد مسائل احساسی هستش که هر چه بگذاریم سخن مسائل احساسی خوشتر است. ببینیم که چه خبر است در دامنه احساسی باز. پس بهتون گفتم که دو تا کارت حرکت دارم براتون میبینم دوستان عزیز و اما ببینیم کارت های دیگه، دو تا کارت دیگه هم اینجا افتادن. اینجا دوستان عزیز حرف از چه چیزی میزنه؟ حرف از این میزنه که زندگی احساسی شما ممکن هستش که درگیر یک مسائل مادی یا کاری باشه و اینکه میگه که ساعت الهی دارن بر زندگی احساسی شما کار میکنن و ارزش انتظار هست. شاید شما، شاید شخص مورد نظرتون درگیر یک سری از مسائل مادی زندگیتون هستی که کاری باشه یا واقعا مالی به صورت پولی باشه، به هر حال اینجا میگه ارزش صبوری رو داره. و اما بریم ببینیم که چه خبر هستش در کارت های دیگه. من از کارت های شما دوست عزیز محترم یین مقدس استفاده میکنم. ببینیم در چه دو تا کارت افتاد دیگه. یکی میگه که من در این شرایط آزادی ندارم و اینکه من از نظر مادی و احساسی وابسته هستم. کارت بعدی میگه که من حسود هستم به افرادی که دور و بر تو هستن و مخصوصا به یک آدم خاص. خب به هر حال اینجا وقتی که شما وابسته باشین، وابسته به این باش حس و حال دیگری باشین و به شرایط دیگه باشین، خب همیشه در عذاب هستین دوستان. خب این شخص هم خود داره اعتراف میکنه من وابسته هستم. امیدوارم که همه شما نباشین دوستان عزیز و این مربوط به یین اکابری هستش و نه یین دانشگاهی. خب بریم ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. خب سه تا کارت اینجا افتاد. یانگ موتوری یا یانگ شطوری دوستان مادی هستش، این دیگه به هر حال همون اخلاق همیشگیش هستش و من فقط به کار و پول فکر میکنم و مادیات باید یه مشکل مادی رو حل کنم. میگه که من متعادل شدم و دیگه خودم هستم و نقاب بر چهره ندارم و از این حرفای چرتکش همیشه دستش هستش، تو گردنش انداخته چرتکشو. بعدش هم میگه که من دوست دارم که همه ازم دیگران هم ازم خوششون بیاد و در واقع من به خودم اعتماد به نفس ندارم، میخوام برم دلبری کنم. خب برو، من مثلا تو حالا نکرده، بعد شما جلوشو گرفتین، حالا میخواد زنجیرا رو بدره و بره دلبری کنه. خب دوستان عزیز پس داریم میبینیم که یانگ همیشه در همون انرژی های همیشگیش هست که 8 میلیارد آدم کره زمین از دستش باید راضی باشن، چرتکش تو گردنش انداخته با این که میگه من متعادل هستم، ولی خب کسی که متعادل هست دیگه ادعای متعادل بودن رو نمی کنه و از جانب دیگه هم مادی هستش. خب اینم که دیگه به قول معروف غیب نگفتم براتون، همه این چیزا بر شما مشخص و واضح هستش. و اما در ارتباط با پیام شخص مورد نظر شما چه پیامی براتون داره؟ تقسیم کردن زندگیم با تو، دوست دارم که جایی برای تو توی زندگیم بدم ولی هنوز نمیدونم چه کار کنم و چگونگی جا دادن تو تو زندگیم رو به صورت واقعی. بیشتر و بیشتر تصور میکنم آیندم رو با تو. اینم پیام شخص مورد نظرتون. من امشب دوستان عزیز برای شما نیت نمیکشم بلکه فقط
پیام فرشتگان و پیام عزیزان از دست رفته رو با هم دیگه نگاه میکنیم. پیام فرشتگان برای شما چی است؟ فرشتگان میگن که لحظات سپاسگزاری. آیا تو حالا از کسی سپاسگزاری کردی؟ از زندگی؟ آیا در زمانی که در حالت سپاسگزاری هستی از زندگی و کائنات بیشتر دریافت میکنی؟ پس از اونها اول برای تجربیات که اول از خودت تشکر کن برای تجربیاتی که پیدا کردی و بعد از تمام لحظاتی که زندگی بهت هدیه میده سپاسگزار باش و قدرشناس باش و اینگونه هست که تو پر از انرژی خواهی بود و خوشبخت خواهی بود. دوست دارم بشنوم که بیشتر و اغلب اوقات میگیم مرسی و این وقتی که تشکر میکنی هم آگاهانه تشکر کن. آقا ما همیشه طلبکار کائنات هستیم و نمیدونم همه چیزو از خدا فکر میکنیم، سوپرمارکت هزار تا دعا و مناجات داریم باش، ولی اینکه خودمون بریم روی خودمون از اون چیزی که داریم قدرش رو بدونیم، حالا حتی سپاسگزاری نه، قدر اون چیزی که داریم بدونیم کم پیش میاد. عزیزان از دست رفته بهمون میگن که مثبت باش. مثبت باش، زمانی که تو مثبت هستی برای من راحت تر هستش که با تو صحبت کنم و انرژی مثبتت رو دریافت کنم. پس بخند، قلبت رو باز بذار و اینگونه هستش که تو علائمی رو که من برات میفرستم رو دریافت خواهی کرد. دوستان عزیز، این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار.